انجمن پادشاهی از کشور شاهنشاهی ایران هوشنگ با درود مجدد. هموطنان گرامی، فرصتی شد که دوباره در خدمت شما باشم و علت اینکه نام پر افتخار انجمن پادشاهی ایران رو من به گونه دیگری، به گونه تاریخی اون، به گونه‌ای که در تاریخ این سرزمین بوده بیان میکنم، میخوام متوجه یک مطلب اساسی بشید هموطنان گرامی، با اون اینکه چنانچه ما بخواهیم آیین ریشه‌ای این سرزمین رو به گونه همه جانبه مورد توجه قرار بدیم و دوباره در این سرزمین حاکم کنیم، باید که اون رو به طور همه جانبه و با در نظر گرفتن تمام گوشه و کنار این در واقع قانونمندی سعی در به قدرت رساندن این آیین ریشه‌ای پدری این سرزمین که ریشه در دل ملت ایران داره بکنیم. بر طبق این آیین ریشه‌ای کشور شاهنشاهی ایران به گونه شاهنشاهی اداره می شده و هر منطقه شاه خودش رو داشته و این اولا خوبی این گونه شاهنشاهی اینه که مردم منطقه فکر این رو نخواهند کرد که زیر یوغ مردم منطقه دیگری قرار دارند، یعنی در واقع نه باعث حسادت میشه و نه باعث در واقع خود کوچک بینی ملت ایران. علت این که این ملت قدرتمند و سربلند بوده این بوده که هرگز در تاریخ خودش رو کوچک ندیده و همه سربلند و سرفراز بودن. و آنچه که من همیشه گفتم، من هوشنگ از انجمن پادشاهی هرگز آدم به قول معروف سرفکنده ای نبودم و به قول معروف همیشه گفتم که من به فلک ناز میکنم و ملت ایران همیشه در طی تاریخ اینگونه بوده و همونطور که شاهد دلاوری های کسانی مانند بهرام گور، مانند لطفعلی خان زند و دیگران بودید، اینها در واقع مردمی بسیار با غرور و پادشاهانی مقتدر و سرفراز بودند و علت اساسی هم همینه که هرگز احساس خود کوچک بینی و خود کم بینی و حسادت در اینها نبوده. و در طی 1400 سال در واقع گذشته این سرزمین با مشکلاتی که روبرو بوده و مشکلاتش در واقع حاکمیت قانونمندی بیگانه و غیر منطقی بوده که در این سرزمین به زور شمشیر و کشتار و غارت برقرار شده و این مردم رو به گونه ای از خود بی خود کرده و مردم رو به گونه ای در واقع بی خبر از خودش کرده. من چندی پیش که دیروز بود صحبتی داشتم با یکی از بستگانم و ایشون در واقع مردم ایران رو به گونه ای مقصر می دونست در فعالاتی که فعلا در این سرزمین اتفاق میفته و روند تاریخی و فرهنگی این سرزمین رو مورد انتقاد قرار دادن که با مقاومت شدید من روبرو شدن و گفتم که هرگز اینطور نیست، ملت ایران اگر امروز با مشکلاتی که در درون مملکت میبینید روبرو هست یا کسانی که امروز در خارج از میهن زندگی میکنند و مشخصاتی غیر از مشخصات یک ملت دارند، دلیلش این نیست که ملت ایران در واقع ملتی آلوده هست. نه، ملت ایران به لحاظ ژنتیک و به لحاظ در واقع تاریخی ممکنه که مورد هجوم دیگران قرار گرفته باشه و ممکنه که در ضمیر ناخودآگاهش، در ضمیر آگاهش مشکلاتی داشته باشه، ولی در ضمیر ناخودآگاه آنچه که باعث به وجود آمدن ملت ایران در گذشته شد، همون شرایط در سرزمین ایران وجود هست. منتها در واقع فشار دشمن از آمدن در واقع این کیفیت سالم به ضمیر آگاه ملت ایران جلوگیری میکنن و نمیذارن ملت ایران متوجه خودش بشه و همیشه ملت ایران رو در حالت آشوب و در حالت وحشت ترس نگه می‌دارند که
برنگرده به خودش و نتونه خودش رو دوباره ارزیابی بکنه. و مشکل اساسی هم همین هست، ربطی به ملت ایران نداره، ربط به حاکمیت بیگانه و فشار دشمنان این سرزمین داره. و امیدواریم که ما بتونیم با برقرار کردن آیین ریشه‌ای به تمام، در واقع در تمام روابط، در واقع کلیه گوشه و کنار به اصطلاح این سرزمین، باعث خواهد شد که کلیه مشکلاتی که ملت ایران داشت و داره از بین بره. و یه جمله مطلب این که در واقع قومی فکر کنه که زیر سلطه و یوغ قوم دیگری هست، مثلا کردها در ایران، خب سالیان سال هست که زیر فشار در واقع تازی و مغول بودند و فکر میکنند که این فشار رو قوم پارس در واقع به اینها تحمیل کرده، که اینطور نیست. کردها با ما خویشاوند هستند و ما همه آریایی هستیم، و همونطور که من بارها گفتم کردها پدر بزرگ این سرزمین هستند و من افتخار به این که نوه کردها باشم میکنم. مطلب بر سر اینه که ملت ایران باید دوباره به اتحاد خودش برگرده، به قانونمندی خودش برگرده، و کردها باید شاه خودشون رو داشته باشند، آذربایجانی ها باید شاه خودشون رو داشته باشند، خراسانی ها شاه خودشون رو، مردم تبرستان باید شاه خودشون رو داشته باشند، سیستان و بلوچستان باید شاه خودش رو داشته باشه، همان گونه که رستم پادشاه این سرزمین بود و زال و سام و نریمان سمبول در واقع قدرت و سمبول شاه دوستی و سمبول اتحاد به سمبول اتحاد و سمبول احترام به شاهنشاهی این سرزمین بودند. همان گونه که شما با خبر هستید، بارها به رستم پیشنهاد شد که شاهنشاهی این سرزمین رو بپذیره و ایشون بارها رد کرد و گفت من شاه منطقه خودم هستم. و همینطور هم بود در ایران. اگر خب کسانی که تاریخ رو میدونن، البته خب فولادوند گرامی در این روابط بسیار توضیح دادن، مثلا در ارتباط هرمزان که شاه بود و هرمزان در واقع شاهنشاه ایران نبود و شاه منطقه خودش بود و شاه هرمزگان بود و کسی بود که مقاومت بی نظیری در مقابل هجوم تازی کرد و پدر عرب رو تا اونجا که میتونست در آورد. و من امیدوارم که ملت ایران توجه کنید به این مطلب، مطلب بسیار مهمه. و من روزی که آمدم و سخن گفتم در تلویزیون انجمن پادشاهی، گفتم که من برای اتحاد تمام نیروهای این سرزمین آمدم. اگر من بافت اجتماعی این سرزمین رو به لحاظ به اصطلاح قومی قبیله‌ای باز کردم، نه به دلیل بر این بود، به خاطر این بود که بخوام در واقع مشکلاتی در ارتباط اتحاد ایجاد بکنم، بلکه خواستم مشخص بکنم که ملت ایران تمام این مشکلات رو میشناسه و تمام این مسائل رو آگاه هست بهش، و چنانچه بخواهیم متحد در کنار هم قرار بگیریم، باید از اون احساس برتری که مغول‌ها یا تازی‌ها یا تاتارها در این سرزمین داشتن دست بردارن و در کنار ملت ایران به عنوان ملت ایران، زیرا که از ملت ایران هستند و بالای 700 سال مغول در این سرزمین زندگی کرده و دیگه تبدیل به این ملت شده، و باید آگاهانه این مطلب رو بپذیره و دست از بازی در واقع قدرت طلبی و این که فکر کنه که میتونه دوباره حاکم در واقع تک نفر این سرزمین باشه باید برداره و باید زیر پرچم امپراتوری ایران قرار بگیره. مطلب رو من دوباره به این گونه اعلام میکنم که به وجود آمدن پادشاهی های مختلف در ایران اولا برمیگرده به آیین ریشه‌ای، آیین پدری، و دوما برمیگرده و مسائلی که در ارتباط حسادت و
سرفکندگی و اینکه فکر کنند قومی بر قوم دیگه برتری داره، از این سرزمین برای همیشه دور خواهد شد و ملت ایران متحد و سربلند در کنار هم زندگی خواهد کرد. و من امیدوارم که توجه کنید به این نوار، مخصوصا قوم‌های کرد و دیگران که بیشتر ساز جدایی می‌زنید، نیازی به جدایی در سرزمین ایران نیست.